خب سلام عرض ادب دوستان عزیز و گرامی بچه های چنل، امیدوارم هر جلسه دارتون خوب باشه، سلامت باشید. قرار شد در مورد ستاپ سیلور بولت با هم دیگه صحبت کنیم، یه ویدیو بذاریم و بعد بچه برم ببینن و بعد که دیدن اگر اشکالی دارن یه میت برش بذاریم و رفع اشکالو در مورد صحبت کنیم. خلاصه تو این مدت که حالا از موقعی که خود مایکل اینو چیز کرد، اینو در مورد صحبت کرد، خب من نزدیک نمیدونم کلی ویدیو دیدم که متاسفانه هر کی واسه خودش یه جوری تاب و پیچش داده بود و حالا خود مایکل توی تودن 18 دقیقه توضیحش داده. حالا شاید برای بعضی از دوستان اگر چون انگلیس صحبت میکنن حالا شاید اوکی نباشن، گفتیم یه ویدیو براش بذاریم که شما هم به هر حال بتونید تریدش کنید. خیلی هم ساده است، هیچ چیز پیچیده هم نداره. خب اولش قبلش به نظر اینو ببینیم با هم دیگه یه دو دقیقه. I'm giving you time based setups between 10 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning. There... خب من به شما یک تایم بیس ستاپی رو میدم بر اساس زمان، خب که این رو توی سه تا اساس این ستاپ بر اساس زمان است، یعنی تو یک زمان خاصی دنبال نقطه ورود میگردی و برای این نقطه وروده هم سه تا بازه زمانی تعریف کرده که حالا اینا رو جلوتر توضیح میدیم و برایش هم بشنویم. There is a fair value gap that will reach for inefficiencies or liquidity. خب یک fair value gapی هست، حالا یا حالا اگر imbalance مد نظره، حالا افیجی هم نباشه اشکال نداره، سی بی باشه بی سی باشه که در مورد سی بی سی هم توضیح دادم، حالا اگر رو چارت شد بازم توضیح میدیم و یک گپی تشکیل میشه و قبلش مثلا یک لیکویدیتی هانت شده باشد. هر روز میگه این اتفاق میفته، حالا و حالا هر روز توی اون سه تا تایمی که مد نظرشه That happens every day, every single day that will form between 2 o'clock and 3 o'clock, every single day, every single trading day, there will be the same type of setup. So there's your PM silver bullet. True to form, I always tuck them in real deep in these lectures because the weak ones won't listen. They'll watch the people that want to make the 5 minute trainers and they'll miss all the stuff that goes around that supports it. But the idea of fearing a missed move, there's no reason to fear that. How many, here's a question for you folks, listen. Put the pork rinds down, okay? Listen. How many trading days next week, 6 months from now? خب حالا توضیح که داد اوناش که مشخص به اینجام داره، حالا یه مقدار مثلا موتیویت کنه، میگه که چند مثلا توی هفته آینده یا مثلا 6 ماه بعد یا مثلا 1 سال آینده چند تا روز ترید داریم و چند بار این مدل شکل میگیره و چند بار شما میتونید تریدش کنید. خب How many trading days are going to have a 10 o'clock to 11 o'clock? آره چند تا روز ترید هست که ما توش ساعت 10 تا 11 داریم یا ساعت مثلا 2 تا 3 داریم. And how many of them are going to have a 2 o'clock to 3 o'clock window of opportunity? خب یه فرصت هست که این اتفاق زیاد میفته. And that's a trick question, but sit down, you're going to have to prepare yourself for this one, but every single one of them, every single one of them have that. So why, pray tell, would you ever fear missing a move? That's what a neophyte does. That's a hallmark for someone that says, I don't want to be in this trade. I know if I stay with it, I'm going to be a loss. But I know also, if I get out, it's going to move. What? That's what they're talking to you with. They're telling you those things. They're literally telling you. I'm giving you time-based setups. خب توضیحات شو اینجا دیدیم با هم دیگه، حالا بریم روی چارت و اون مسائلی که در مورد مباحث فنی ستاپ هست رو با هم دیگه یه مروری روش بریم و توی دو روز گذاشتم توی چنل دیدید که من تریدش کردم، دو سه بار تریدش کردم
و اساس کار بر چی هست؟ اساس بر همون ما هرچی میخوایم سریع صحبت کنیم نمیشه دیگه سریع تر از این. اساس کار بر اساس همون مدل ستاپ یونیکورن و مدل 2022 هست. اگر اونا رو ترید میکنید و ترید میکردید راحت این ستاپ براتون راحتون همونه، اساس بیس کار همونه، فقط این توی یک تایم خاصی توی این تایم هایی که خودش تعریف کرده دنبال این هستیم. و دو تا نکته هم اینجا من بگم تا قبل از اینکه شروع کنم، اینکه یکی اینکه بایاس مهمه توی این ستاپ، یعنی که شما اگر مثلا توی تایم فریم پایین مثلا از 5 دقیقه تا 1 دقیقه ما دنبال نقطه ورود می‌گردیم در این ساعت هایی که گفته شده، و اون دایرکشنال بایاس، ببینید دایرکشن نه دیلی بایاس، دایرکشنال بایاس رو سعی کنید بهش دقت داشته باشید که چی که اون بایاس ما بود در فرکتال ماژوریمون. این در جهت بایاس سعی کنید که دنبال ترید بگردید. پس این رو، این پوینت بایاس رو مد نظر داشته باشید. خب حالا اینجا ساختار نزولی رو در نظر گرفتیم، برای ساختار صعودی هم همین رو شما برعکس بکنید دیگه، هیچ فرقی نمی کنه. پس کل اساس کار بر همین هست. خب اینجا من قبلش یه توضیح بدم در مورد مدل 2022. این بود که یک سطحی هانت میشد، یک نقدینگی کلیم میشد، و بعد از اینکه نقدینگی اینجا در یک این سطح کلیم میشد، یک ریتریسی داده میشد به داخل که این هانت رو حالا خب تتر سوپ میکردیم، که حالا من نمیخوام وارد داستان تتر سوپ بشم. اینجا این بعد از اینکه این نقدینگی هانت میشد برمیگشت قیمت داخل فریم ورک، و اینجا در حالی که داشت قیمت برمیگشت توی فریم ورک یک گپی تشکیل میشد، این بالانس تشکیل میشد که چی؟ که بعد دوباره قیمت در ریتریس بین این بالانس ریجکت میشد و چی؟ و تی پی رو به ما میداد. از اون طرف هم ستاپ یونیکورن هم همین بود، ستاپ یونیکورن هم همین بود. اون ستاپ MSS رو توسعه داده بودن و در مورد صحبت کردیم، گفتیم که آقا اگر اینجا یک مارکت استراکچر شیفتی باشه، MSSی انجام بشه، و این MSS که انجام شده با یک وید همراه باشه، با یک اوردر فلوی باشه، که این اوردر فلوی که شکل گرفته یک گپی تشکیل بده، و بعد در ریتریس قیمت به این گپ ما دنبال نقطه ورود میگشتیم و با اون اهداف حالا اکسترنال رنج، حالا یا اینکه اگر این آر اینجا توی مسیر بود اونجا پارشل اگزیت انجام میدیم. خب اینم اساس کار همینه، یعنی دقیقا همون ستاپ 2022 هست، و ستاپ یونیکورن اگر این دوتا رو ترید کرده باشید براتون راحته، اگرم نه که خب همین ساختار رو شما روی کاغذ بکشید، خیلی ساده روی کاغذ بکشید، و این حواستون به اینها باشه. حالا اینا رو که من اینجا نوشتم کلی نوشتم خب، ولی شما میتونید با مثلا اینا رو دیگه، این نیست که اگه همه اینا با هم دیگه باشد، دیگه یکی دوتا از اینا اگر باشد این اوکیه دیگه، یا مثلا پریویس دی های باشد، سقف روز قبل باشه، یا مثلا سقف سشن قبل باشه، یا سقف هفته قبل باشه، اینجا رو تو حالت سعودی. خب پس این از این داستان که به این شکل هست. خب اول بریم سراغ زمانش. خب این ساختار این هست، این ساختارش زمانش. خب this is a time based setup، یک ستاپی هست که بر اساس زمانه، توی سه تا بازه زمانی ما دنبال ستاپ میگردیم. اینا رو یادداشت کنید که برای اینها میتونید از اندیکاتور استفاده کنید، نه با همینجوری با خط مثلا عمودی هم میتونید مشخص کنید ساعت ها رو که روی چیز روی چارتتون مثلا توی اون ساعت ها دنبال ستاپ بگردید. خب اولیش لندن اوپن هست، ساعت 3 تا 4 صبح هست، تمام این ساعت ها به وقت نیویورکه، یعنی اگر شما ساعت تریدینگ ویوتون رو بذارید روی وقت نیویورک دقیقا این به ساعت نیویورکه، همه این ساعت ها به ساعت نیویورک. خب اون قسم بازه زمانی بعدیش سشن صبح هست، ساعت 10 تا 11 صبح، و بعدیش هم که سشن بعد از ظهر هست، از ساعت 2 بعد از ظهر تا
ساعت 3 بعد از ظهر است که میشه 14 تا 15. پس این تایم بیس ما این است، توی این سه تا بازه زمانی دنبال چی؟ دنبال این ساختار میگردیم. خود مایکل من دیدم توی فرکتال 5 دقیقه تریدش میکنه، توی 3 دقیقه و 1 دقیقه هم میشه تریدش کرد، بستگی به اون اینسترومنتی داره که دارید ترید میکنید. ممکنه مثلا بعضی اینسترومنت ها مثلا توی مثلا جفتای فارکسی مثلا روی مثلا 3 دقیقه میتونید ورود کنید، روی طلا من رو 5 دقیقه تست کردم اوکی بوده. بستگی به خود این باید تست کنید دیگه، اون اینسترومنتی که میخواید تریدش کنید باید تست کنید. خب پس حواسمون به این باشه. حالا یه چک لیست هم اینجا داده، این چک لیست رو بعد چند دقیقه دیگه در مورد صحبت میکنیم. پس ببینید یک سطحی باید هانت بشود، اساس اینه، اساس اکثر ستاپای آی سی تی هانت نقدینه. خب یک سطحی باید هانت بشه، دقت کنید اینجا رو، یک سطحی باید هانت بشه، یک نقدینگی کلیم بشه. این هانت میتونه قبل از این بازه، ببینید این بازه زمانی که تعریف کرد بیشتر مد نظر چی هست؟ بیشتر این هست که توی این بازه زمانی قیمت برگرده به این گپ، به این گپ برگرده. حالا این گپ ممکنه قبل از این بازه زمانی تشکیل شده باشه یا در همون بازه زمانی تشکیل شده باشه، توی یکی از این بازه زمانی این گپ تشکیل شده باشه. و هانت هم خب طبیعیه که قبلش هست دیگه. خب هانت هم قبلش هست، نه اکثرا مثلا توی سشن لندن، همون اوپن لندن ساعت مثلا 2 تا 3 هانت رو مثلا انجام میده. خب پس این هانت این هست. حالا این هانت رو به دو شکل میگه ممکنه باشه، اینو دقت کنید اینجا خیلی مهمه. خب این هانت به دو شکل ممکنه باشه. هانت بهش نگیم هانت، بیم بهش بگیم کلیم نقدینگی. خب چون توی هر دو حالت نمیشه رو هانت، یک حالتش هانته، یک نقدینگی باید کلیم بشه اینجا توی این سوینگ های، یک نقدینگی باید کلیم بشه که یه تعریفی کردیم، گفتیم که یه مدل کلیم نقدینگی دراون لیکویدیتی بود که قیمت چی با یه سوینگ نفوذ میکرد به نقدینگی و ریجکت میشد، همون در این تتر سوپ خودمون بوده یادتون باشه. خب یا اینکه نه، این سوینگه بیاد چیکار کنه؟ بیاد یک ایمبالنسی رو بلنس کنه. خب که حالا این ایمبالنسه میتونه چی باشه؟ این ایمبالنسه میتونه چی باشه؟ میتونه نیو ویک اوپنینگ گپ باشه، گپ هفته جدید باشه که باز شده، میتونه گپ دیلی باشه که باز شده، یا اینکه چی؟ یا یک ایمبالنسی باشه که مصرف نشده. مثلا چی باشه؟ مثلا اف جی باشه، سی بی باشه، مثلا اینجوری. خب یکی از اینا باشه، حالا تو حالت نزولیه دیگه، سی بی باشه، اگه صعودی بود مثلا بی سی باشه فرقی نمیکنه، اصلا ولیوم ایمبالانس باشه، یک ایمبالانس، یک سطح های نقدینگی باشد اینجا که این نقدینگی کلیم شده باشه. یا اینکه نه، یک چی باشه، یک مثلا کی لول، سوینگ پوینت کی لولی باشه اینجا که چی، که هانت شده باشه. اینجا یک سوینگ پوینت کی لولی هست که هانت شده. اوکی پس این درون یا درون لیکوید، یک نقدینگی قبل از این حرکت کلیم شده باشه. خب این یکی از ویژگی هاش که اینجا هم نوشتم دیگه، طبق همونسی که خود مایکل میگه چی، میگه آقا این نقدینگی که هانت میشود ممکنه مثلا سقف یا کف روز قبل باشه، که اینجا چون تو حالت چیز هستیم، تو حالت نزولی هستیم، بعد سقف زده بشه دیگه، پریوس دی های باشه، پریوس سشن های باشه، پریوس ویک های باشه، یا اودر سوینگ پوینت فرش کی لول، که کی لول در سوینگ پوینت هم که قبلا تعریف کردیم دیگه، هم الگو سکندلی و اون هایش رو یک خطی رسم می‌کنیم بهش میگفتیم کی لول در سوینگ پوینت. خب کجا وارد شیم؟ همون داستان ورودمون که گفتم دیگه، این که آقا کجا وارد شیم، این اگر یک گپی رو گفتیم که آقا این سی ای گپ رو اگر در نظر بگیریم، اینجا مثلا میشه کی لولش، اینجا سی ای و اینجا زیرو لولش میشه دیگه، این 1 2 3 کی لول، سی ای، زیرو لول. اوکی خب اگر بخواید دیگه خیلی اینجا عمیق وارد بشید جا میمونید، مثل خیلی موقعی که من تو چنل میذارم میگم جا موندم، دیگه خیلی دیگه با وسواس باشه ممکن جا، تو فرکتالی هم که
ترید میشه پایین، فرکتور پایینه، 3 دقیقه است، 2 دقیقه است، 1 دقیقه است، ممکنه یه لحظه یه ریتریس بده بالا، حالا مثلا امروز نشونتون میدم یه لحظه یه ریتریس بده بالا و برگرده پایین، که دیگه اینجا کجا وارد شید دیگه بستگی به خودتون داره. و این یه موضوع استاپش رو هم یادم باشه آخرش بگم. خب حالا یه چیزی میذاره اینجا، یه چی میگن شرط دیگه میذاره، میگه 10 پوینت یا 40 تیک فور ایندیسز، برای شاخص ها این رنج، این رنج فریم ورک اینقدر باشه، 10 پوینت باشه، و برای پیرهای فارکسی هم 15 پیپ باشه، یعنی این حداقل 15 پیپ اینجا جا داشته باشه نبسان کنه. اوکی، این که این رنج رو مثلا دیلینگ رنج ما باشه که بتونیم این رنج رو ترید کنیم، این رنجش اینقدر باشه، 15 پیپ باشه. خب برای پره فارکسی. خب این از این. خب یه چکلیستی هم گذاشتیم، گذاشتم خودشم توضیح داده بوده، این چکلیست اینا رو یادداشت کنید. آیا قیمت هانت نقدینگی داشته است یا به یک این بالانس برخورد کرده، همون چیزی که گفتم، هانت نقدینگی یا درون لیکویدیتی داشته یا خورده به یک این بالانسی که این بالانس رو بالانس کنه، یه نقدینگی گرفته باشه. اگر بله خب اوکی. آیا نقدینگی واضحی به عنوان تارگت قیمت وجود دارد؟ یعنی چی؟ یعنی اینجا شما یه جایی رو می‌بینید که قیمت بره پرایس دلیور بکنه بهش یا نمی‌بینید؟ اگر می‌بینید مثلا اینجا این مثلا میتونه پریویس دی لو باشه، پریویس سشن لو باشه، پریویس ویک لو باشه، یا آدر سوینگ پوینت فرش کی لول، اینجا مثلا این قیمت اینجا پرایس بشه دلیور تو اون چیز دیگه، چی میگن اون ماتریکس قیمت دیگه، که قیمت از اکسترنال رنج لیکویدیتی تحویل داده میشد میرفت تو اینترنال و اون بالا توی بای ساید تحویل داده میشد دوباره برمیگشت توی سل ساید. این همون چرخه تحویل قیمت هست که اینجا مد نظره. خب آیا قیمت فضای حرکتی حداقل به اندازه 15 پیپ دارد یا نه؟ اینجا پس این بازه یه فریم ورک ما 15 پیپ حداقل باشد. خب آیا در جهت ترید ما تغییر ساختار اتفاق افتاده؟ این هستش یا نیستش؟ این خیلی مهمه، اینو شما باید تو اون بازه زمانی حتما ببینیدش، یا قبلش تشکیل شده باشه تو اون بازه زمانی در ریتریس بهش وارد بشیم، یا همزمان همون موقع هم تشکیل میشه هم ریتریس میده، این دوتا فرقی نمی کنن. خب پس این از این، خیلی هم واضح و مشخص. اینها رو روی چیز، روی کاغذ بکشید یا عکس بگیرید، اینو سیو کنید داشته باشیدش، و بعد اگر اوکی بود که دیگه بتونید چند بارم بعد تست کنید، بک تست بگیرید، اگر اوکی باشه تریدش کنید. این یه مسئله که خیلی مهم بود. خب حالا اینو من میگم، میخواستم در مورد فریم ورک هم یه توضیحاتی بدم، بریم یه دوتا مثال هم روی طلا بزنیم واسش. خیلی هم ساده است، یعنی اگه چشمتون عادت کنه به پیدا کردنش توی اون ساعت مشخص پیدا میکنید. خب تردش هم کردم تو چند گذاشتیم دیگه، 5. خب اوکی، همون چیزی که گفتیم اینجا، ساعت چند؟ ساعت 10 تا 11 اوپن لندن. اوکی اوپن لندن، یک دراون لیکویدیتی داریم میبینیم یا نمیبینیم؟ اینجاست این دراون لیکویدیتی، که از قضا اینجا یک ایمبالنسی رو هم زده بالانس کرد. اوکی این افیجیر هم زده بالانس کرد، پس نقدینگی کلیم شد. اوکی 15 پیپ فضا داره؟ اوکی داره. گپ تشکیل شده یا نه؟ این گپ همونه، درسته؟ این گپ همونه دیگه. خب کجا وارد می شدیم؟ ریتریس. کجاش؟ گفتم خیلی بخوایم وسواسی عمل کنیم رو سی ای میتونیم وارد بشیم یا روی زیرو لیول. اینجا مثلا سی رو نزده دقیقا، نه این نگاه کنید نزده، بعضی ممکن نزنه چون اینجا هم سریع اتفاق میفته، ممکن نزنه. خب اینجا دیگه مثلا روی کی لیول میشه وارد شد. اوکی
آیا نقدینگی به عنوان تارگت قیمت دارید میبینید؟ بله اینجا سوینگ پوینت داریم میبینیمش. نقدینگی چیه؟ تارگت واضح قیمت. تارگت واضح قیمت هست، بله ایناش دارم میبینم. خب هیچی دیگه. اوکی، ورود و یاسم رو این وارد میشدیم. خب استاپ کجا بذارم؟ استاپ کجا بذارم؟ این بحث استاپ گذاری رو در موردش قبلا خیلی صحبت کردیم، ولی بازم میگیم یک استاپ کجا بذاریم. این هست که آقا یک چند تا روش واسه استاپ گذاری هست. خب بزن اینو این نگیم الان، بریم اون یکی یه مثال دیگه هم بزنیم، بعد میم استاپ هم میگیم. خب اوکی اینو فکر کنم دیگه. خب ساعت چند؟ ساعت 2 تا 3. اونجا رو این چند بود؟ 10 بود تا 11. من گفتم لندن اوپن، از میخوام اشتباه گفتم، این سشن صبح نیویورک. اینو اگر اشتباه گفتم حواسم نبود، میشه سشن صبح. بعضی از بچه ها منتظر من یک کلمه این برمور بگم بگیرم. خب بگذاریم، این میشه چی؟ میشه اوپن لندن ساعت 2 تا 3. خب نقدینگی هاند شده یا نشده؟ بله اینجا اصلا این دراون لیکویدیتی بوده توی یک لانگ ترم لوی بوده. خب شیرجه رفته توش، اینجا زده نقدینگی. نمیخوام برم فرکتر بالاتر، اینجا شیرجه رفته تو نقدینگی. خب فضای 15 پیپ داریم؟ داریم، بله. خب گپ تشکیل شده یا نشده؟ گپمون کوش. هم گپمون ریتریس، بوم رفته تو هوا. خب خیلی پیش میاد رو چارت برید بگردید توی همین ساعتی که هست. ابتدای کارم میتونید چیکار کنید؟ میتونید یه سری ایندیکیتور هست که ایندیکیتور هستن که تایم نشون میدن. 22 دقیقه داریم میریم تو 23 دقیقه، میخوام کوتاه صحبت کنم، نمیشه. خب چیکار میکنیم؟ میتونید ایندیکیتور اد کنید و این تایمر رو ایندیکیتوره چیکار کنید تعریف کنید براش تو همین بازه ها براتون مارک کنه رو چارت و دیگه دنبالش بگردید. اگر هم نه که توی همون تریدینگ دی که دارید میخواین ترید کنید، همون موقع چیکار میکنید؟ همون موقع عرض حضور مبارکتون که همون موقع اینا رو مارک میکنید روی چارت. خب امروز بریم ببینیم چی بوده داستان. خب یعنی نگاه کنید، حالا بعد از این من یه اسکرینم براتون میذارم تو کانال که ببینید چه اتفاقی اینجا افتاده. اینو من خودم تریدش کردم و خیلی هم جالب و قشنگ اتفاق افتاد دیگه. حالا یکم این ورون ور داشت ولی خوب بود. این سوپ رو من یادم جا موندم، اردرم بالاتر گوشه بودم نخورد، کاری نداریم. خب ساعت 2 تا 3 این گپمون 2 تاست. نقدینگی کلیم شده، بله این گپ 2 تاست دیگه. توی ریتریس ها به این چیز گپ ما دنبال چی میگردیم؟ دنبال ورود میگردیم توی ریتریس هایی که این گپ هست. حالا بعضی مواقع هست که چی؟ بعضی مواقع هست همون توی همون تایم بر میگرده که الان این مثلا به 1 دقیقه اینجا مثلا توی اینجا ورود میشد بگیری. نه توی همون 5 دقیقه هم دیگه بعدش این گپ واسه ما مهمه. ببینید این گپ باید یا توی این تایم تشکیل بشه یا قبل از این تایم تشکیل شده باشه، ولی ریتریس ها و اون چی میگم واکنش ها میتونه بعد از این تایم هم باشه. این گپ مهمه، این گپ توی این تایم یا قبلش. خب اوکی ریتریس کرده و چی؟ و تارگت نقدینگی رو هم اینجا یه سری تارگت اینجا بوده داره میزنه و اینم احتمالاً تا اینجا تا مثلا چند دقیقه دیگه
میزنه دیگه. حالا من اینجا اینو اینجا اوردر داشتم ورود زدم، اینجا هم دوزارم پیپیش کنم، کاری نداریم. به این شکل، به این شکل. و یه چیزی هم در مورد چی بگیم؟ در مورد استاپ بگیم که آقا استاپ رو توی این بالانس ها کجا بذاریم. خیلی سوال میکنن. خب این ساختار خیلی معروفیه دیگه، مثل همین ساختاری که حالا سال برای ستاپ MSS اینجوریه. اگر این هایر های نزده باشه فیل سوینگ باشه که میتیگیشن رو توی دیگه کاری ندارم. ساعتی رو که شما توش بخوای ورود بزنی تصور کن هر چیزی که میخواد باشه. خب چند تا روش گفتیم هست دیگه واسه استاپ. یه روش چی بود؟ یه روش این بود که آقا استاپ تو بزنی اینجا، خب این بالاتر از این 10 پیپ مثلا بالاتر این بذاری. یه روش دیگه هم گفتیم که چی؟ گفتیم آقا تو این بالانس ها واسه که داری کجا میخواید وارد چیز، ولی چی؟ ولی میشه اگر سطح 50% رو در نظر بگیرید، به عنوان سی در نظر بگیرید، به اندازه همین اگر امتداد بدید بالاتر اینجا، به اندازه همون یک دومش، یعنی اگه این سطح مثلا 10 پیپ 5 پیپ بالاتر از اون چی؟ بالاتر از اون زیرو لوله، اینجا مثلا میتونید استاپ قرار بدید. من نمیخواستم زیاد این طولانی بشه ویدیوه، خب اینا پاکش میکنیم. پس چی شد؟ پس اگر این سطح این بالانس رو به اندازه آ در نظر بگیریم، مثلا 10 پیپ، خب 5 پیپ میریم بالا، یک دوم آ، اینجا یه استاپ میتونید بذارید اینجا. اگر هم دیگه خیلی میخواین کم ریسک عمل کنید، خیلی میخواد کم ریسک عمل کنید، میتونید 5 پیپ مثلا یا 10 پیپ بالاتر از آخرین سوینگ پوینتی که آخرین نقدینگی سطح آبی نقدینگی که میبینید، اینجا مثلا یه دونه های دیگه بود، اینجا بود، مثلا یه 5 پیپ بالاتر اون بذارید. این دیگه بستگی به خودتون و ریسک خودتون داره. خب این هم گفتیم. 27 دقیقه است. من میبینم خیلی در مورد چیز اشکال دارن، من میگم اینو دیگه. حالا اون دیگه اون ستاپ تموم شد. خب اگر که فریم ورک رو نمیخواد، کسی نمیخواد اینجا رو دیگه اینجا بعد دیگه ویدیو نگاه نکنه دیگه. اگر هم میخواد یاد بگیره فریم ورک رو که نگاه کنه دیگه. حالا ما که داریم صحبت میکنیم بگیم اینم دیگه، چند ویدیو رکورد میکنیم اینم بگیم. خب اون رنجی که میخواهی ترید کنید رو بعد براش گفتیم توی آی سی تی مود فریم ورک تعریف میکنه. خب ما فریم ورک تعریف کنیم و اصلا اینکه آقا ما اصلا از داستان چیه؟ داستان اینکه آقا ما باید نقدینگی ها رو بشناسیم. نقدینگی اکسترنال رنج، رنج خارجی چیه؟ کجاست؟ نقدینگی اینترنال رنج چیه؟ بای ساید لیکویدیتی چیه؟ اینا رو دیگه بعد اینا خیلی مهمن. خب من تا بعضی از دوستان دیگه دقت نمی‌کنن به این چیزا. خب اینکه آقا فریمورک معتبر رو می‌بینیم، یه چیزی واسش تعریف می‌کنیم به اسم چی؟ به اسم ایمپالس پوینت. ایمپالس پوینت، یک ایمپالس پوینت چیه؟ چرا یکم این کند بشه. سوینگ پوینتی هست که یک MSS، دقت کنید، سوینگ پوینتی هست که یک MSS بعدش هست و چی؟ و بعدش یک ریتریسمنت و BMS. پس برای اینکه یک ایمپالس پوینت تعریف بشه، یک MSS مارکت استرکچر شیفت میخواییم و یک بریک مارکت استرکچر. اوکی؟ که این رو چیکار کنیم؟ توش فریم ورک تعریف کنیم. به این لگه میگن چی؟ میگن لگه ایمپالس. اسماشون مهم نیست، فقط یه تعریف کردن مهم. خب تعریف کردن مهم. خیلی موقع اینجا مثلا این یک نقدینگی هانت میشه، چون ما اصلا اساس کارمون هانت دیگه. این نقدینگی هانت میشه که این اینجا ریورس میشه، اصلا اینجا مثلا اس ام آر باشه، ریورسال میشه. خب ریورس میشه، این ریورس شدنه لگی تشکیل میده که به این لگه میگن لگه ایمپالس. بعدش میشه چی؟ اون لگه برگشت میشه ریتریسمنت، که حالا توی این فریم ورک همه کار ما همینجا. خب تمام کار ما همینجا.
این فریم ورک رو میان دو قسمت میکنن که میشه پریمیوم و دیسکانت، 50% رو اکولیبریوم. اینا مهمه، اینا باید بدونید چطوری فریم ورک تعریف کنید. خب و چی؟ و این لگ بعدی لگ اکسپنشن ریتریسمنت. حالا بعضی موقع هست که از فریم ورک خارج میشه، اگر خارج شد و دوباره همین روند رو ادامه داد، همینجوری فریم ورک ادامه پیدا میکنه. ولی فعلا هر آنچه که نقدینگی رو که داخل این قسمت میبینید، توی این قسمت میبینید، پس از این ایمپالس پوینت تا آخرین های، حالا این سعودیه نوزلی بود برعکس، از این ایمپالس پوینت تا این هایر هایی که اینجا هست، هر نقدینگی که داخل این منطقه قرار میگیره میشه نقدینگی رنج داخلی. خب و چی؟ و هر آنچه که خارجش هست میشه نقدینگی رنج خارجی. خب از اون طرف گفتیم آقا اینجا چیه؟ سل ساید لیکویدیتی و بای ساید لیکویدیتی. در سل ساید لیکویدیتی سل استاپ ها بودن که استاپ چی بود؟ استاپ بریکوت تریدر ها بودن، اردر ورود بریکوت تریدر ها بودن. خب که چی؟ که با سل استاپ وارد میشن، میپرن میگن اینجا دیگه داره میره پایین دیگه، میپرن نقدینگی میشن. یا یعنی اینکه چی؟ یا یعنی اینکه یه تعدادی بای گرفته بودن اینجا استاپ گذاشته بودن، یا اگه بای گرفته بودن استاپشون میشه سل دیگه. پس اینجا اوردرای سل اینجا هست، میشه سل ساید لیکویدیتی، بای ساید لیکویدیتی. چیه؟ بریکوت تریدرا بای استاپ گذاشتن و تریدرایی که حالا اینجا چیز کرده بودن سل گرفته بودن بای لیمیت گذاشتن. خب میزنه بای ساید لیکویدیتی. پس بای ساید لیکویدیتی، سل ساید لیکویدیتی، اکسترنال اکسترنال، اوکی اکسترنال اکسترنال، 50% اکولیبریوم. اینا هم که دیگه بعد توش او تی تعریف میکردن دیگه. خب تو این دیگه او تی تعریف میکردن دیگه، زیاد نمیخوام تو بحث برم، فقط همین تعریف کردن چی، تعریف کردن این چیز مهمه، فریم ورک مهمه، چون تا فریم ورک نداشته باشی نمیتونید، باید شما فریم ورک تعریف کنید. چی میگن؟ چارچوب کاری باید داشته باشید، بدون چارچوب نمیشه ترید کرد. پس این فریم ورک رو سعی کنید همیشه درست مشخص کنید تو تریداتون که بدونید آقا اصلا قیمت قراره از کجا بیاد. اگه الان ما کجاییم مثلا، خب دیگه وقتی نزدیک تاپ پریمیومیم دیگه چی؟ اینجا دیگه نباید مثلا بیای بای بزنی، مثلا میگم خب اینجا دیگه نباید بریک اوت تریدر که نیست که، اینجا دیگه نباید دنبال بای باشی، باید منتظر باشی اینجا یه جوری مثلا دنبال سل بگیری که چی؟ که قیمت برگرده مثلا توی چی؟ توی دیسکانت مثلا. خب این چارچوبه که شما دیدگاه دارید دیگه. و از اون طرف هم که آرایه پی دی آرایه رو گذاشتم تو چنل دیگه هست، ببینیدشون که اینا همه رو مشخص کردیم که اینجا چی هست و چی. و اون بحث کشش نقدینگی که به این شکل دیگه، یعنی هر چه که از فریم ورک به سمت بالاتر مثلا اینجا برید، اینجا هم نقدینگی بیشتره، اوکی؟ و اینجا هم همین شکل که نوع نقدینگی هم اینجا دیگه فرق میکنه با هم دیگه، اوکی؟ اینجا دیگه این میره به سمت چی؟ میره به سمت سل ساید لیکویدیتی، اوردرهای تایپ اوردر عوض میشه دیگه اینجا. خب اینجا دیگه این توی اکسلر رنج. خب این دیگه مستلزم این است که شما برید تست کنید، این رو اسکرین بگیرید یا یادداشت کنید روی کاغذ، اینا رو قشنگ بنویسید، مدل ها رو نگاه کنید و 4 بار 5 بار 10 بار تریدش کنید، میاد دستتون. تموم شد و رفت دیگه. در مورد سی بی و بی سی الان دیگه صحبت نکنیم، طولانی میشه. خب موفق و معید باشه، امیدوارم که تریدای خوبی داشته باشید. این ویدیو رو ببینید، ترید کنید، پیپر تریدش کنید، دمو تریدش کنید، بعد اگر کسی اشکال داشت میت میذاریم دوستان بیان و چی؟ بیان و اشکال رو بگن، حالا تا اونجایی که سواد ناظم رو جواب میده پاسخ بدیم. موفق و معید و پیروز باشید. فکرم نمی کنم دیگه چیزی جا مونده باشه. خب 34 دقیقه حرف زدیم، خوب کم حرف زدیم. آقا موفق و معید باشید، خدا نگهدارتون.